بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز خسته نباشید عرض میکنم به همکاران خودم در دانشکده مدیریت و اقتصاد و همچنین گروه پژوهشی آریانا برای این تلاشی که همه ساله انجام میدن و تونستن این کنفرانس رو استمرار بدن بهش و همه ساله با نظم و کیفیت خوبی برگزار بشه که خیلی جای خوشبختی داره. و یه عذرخواهی هم باید بکنم که من برنامه کنفرانس رو بی‌نظمی ایجاد کردم، روز شنبه بود، جابجاش کردیم به روز دوشنبه. اینم من عذرخواهی میکنم از بابت تغییری که توی برنامه داده شد. من فکر کردم شاید از این جهت که این کنفرانس مدیران توش شرکت دارن و شاید مفید باشه که یه مقداری به صورت ملموس و آماری راجع به وضعیت اقتصادی کشور، البته با تأکید بر شاخص‌های مربوط به تولید و سرمایه گذاری و اینها، یعنی حالا در اصطلاح ما بگیم بخش واقعی اقتصاد، اونها رو یه مقداری مرور بکنیم و یک چشم‌اندازی رو از موقعیتی که توش قرار داریم من بتونم برای شما تو این فاصله که هست خدمتتون ارائه بکنم. بنابراین عنوان صحبت همینطوری که ملازم می‌فرمایید تحلیل سال 96 هست و تجربه خود منم این هست که شرایط ما شرایط خیلی پیچیده و در حال تغییری هست و تغییرات خواسته و ناخواسته اتفاق میفته که خیلی از تحلیلامون رو مرتب ما باید به هنگام بکنیم. در نتیجه همیشه برای خود من هم تازگی داره وقتی که میخوام یک جمع‌بندی از شرایطی که توش قرار داریم ارائه بکنم، همیشه یه عوامل جدیدی هست که لازمه به اونها اضافه بکنیم. خب من اول یه پیشینه ای رو خدمت شما توضیح میدم. از سال 1390 ما یک شاخصی رو چند سالیه که محاسبه میکنیم و شاخص خیلی خوبیه، یه جور در واقع با یه روشی کنار هم قرار میدیم مجموعه آمار مربوط به فعالیت‌های تولید و فروش رو در صنایع بورسی کشور که قدرت پوشش خوبی داره از وضعیت میزان تحرک در واقع در اقتصاد. همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید ما در واقع از سال 1390 دیگه از فصل پاییزش اون شاخص نمودار میدهی آبی رنگ نشون میده که دیگه ما با رشد منفی تولید مواجه شدیم و این تا زمستان 92 ادامه داشت. شاخص قرمز رنگ رشد درصد رشد به اصطلاح فروش رو نشون میده که حالا من از مقایسه این دوتا با هم دیگه یک نتایجی رو میخوام در ادامه بگیرم، ولی همینطوری که ملاحظه میکنید از بهار 1393 خیلی رشد محدودی ما داشتیم و بعدش دیگه سال فصل تابستان و پاییز و زمستان ما شاخص تولیدمون رشد داشت، شاخص فروشمون هم رشد داشت، اما برایند سال شاخص رشد فروش کمتر از رشد تولید بود و این باعث شد که سال 93 بیشتر موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا بکنه. علتش هم این بود که ما با افتی که در سطح درآمد در کشور اتفاق افتاده بود سطح تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده بود و در نتیجه محصولاتی که در نتیجه گشایش حاصل شده در تولید عرضه شدن مشتری نداشتن و بنابراین این باعث شد که موجودی انبار واحدهای تولیدی افزایش پیدا بکنه که البته زمستان 93 این یک تغییری درش اتفاق افتاد و به تدریج یک بهبودی از نظر اینکه تقاضا در اقتصاد پیشی بگیره نسبت به اون مقداری که تولید میشه که
که بعد اون بتونه موتور محرک ادامه تولید باشه، در زمستان 93 این اتفاق افتاد. منطقه ما وقتی وارد سال 94 شدیم، ما با کاهش خیلی زیاد قیمت نفت مواجه شدیم. همینطور که میدونید از تقریبا اواسط تابستان 1393 قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که هنوز مثلا مذاکرات مربوط به مذاکرات هسته‌ای هم هنوز نتیجه روشنی نداده بود و در نتیجه یک عدم قطعیتی به اضافه کاهش قابل توجه منابع کشور باعث شد که رشد تولید در صنایع عمده کشور مجدداً منفی بشه و ما باز با کاهش رشد فروش هم مواجه شدیم و مجدداً ما با یک دوباره برگشتیم جای اول، نه به میزان قبلی، ولی خب بالاخره تقریباً بخش قابل توجهی از اون بهبودهایی که در سال 93 اتفاق افتاده بود در سال 94 خونسا شد به دلیل همین شرایطی که خدمتتون عرض کردم. تا ما رسیدیم به سال 1395 و 1396، همینجوری که ملازم فرمایید، از زمستان 1394 با یه چشمانداز مثبتی نسبت به آینده بعد از اینکه حالا بحث برجام و اینها به نتیجه رسید و یه سری سیاست‌هایی که در مجموع توی کشور اتخاذ شد، ما در سال 95 شاهد نه تنها رشد تولید بودیم بلکه در واقع رشد فروش از رشد تولید بیشتر شد و بنابراین حالا ما با توجه به اینکه تو اقتصاد همیشه میگیم که اقتصاد تقاضا محوره و اون تقاضا هست که موتور محرک تولید هست و شرط لازم محسوب میشه، این پدیده اتفاق افتاد و ما اوج در واقع رشد تولیدمون پاییز 1395 بود و بعد دیگه وارد سال 1396 که شدیم، الان آخرین اطلاعاتی که وجود داره که در دسترسمون هست مربوط به تابستان 1396 میشه، نشون میده که به میزان قابل توجهی رشد فروش از رشد تولید در تابستان امسال بیشتر شده و نسبتاً یک ثباتی رو ما مشاهده میکنیم در فعالیت‌های به اصطلاح بخش واقعی اقتصاد در حوزه صنعت، هرچند این صنعت ولی خب یه قابلیت پوشش خوبی داره به طور نسبی و بنابراین میشه تصور کرد که این روند تا پایان سال 1396 افزایش ادامه خواهد داشت. البته چون بیشترین رشد تولید ما در پاییز 1393 بوده، ما وقتی که رشد یه فصل رو نسبت به فصل مشابه سال قبل میگیریم، قاعدتا رشد ما تو پاییز باید بیفته چون با پاییز سال قبل مقایسه میشه، ولی در مجموع یه روند مثبتی رو اینجا ما مشاهده می‌کنیم. از نظر اینکه یک به اصطلاح حسی هم نسبت به مقادیر مطلق داشته باشیم و فقط رشد نباشه، من فکر کردم شاید بد نباشه که ما مبنا رو بذاریم سال 90 که پیک تولید ما بوده و با سال 90 مقایسه بکنیم. همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید، از سال 1395 با تأکید بر نیمه دوم سال 95 شاخص تولید از سال 90 جلو افتاد و در سال 1396 هم این ادامه پیدا کرد و شاخص فروش هم همین اتفاق افتاده و نسبت به پایه سال 90 به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در مجموع نشون میده که ما از اون به اصطلاح مقدار مطلق سال 90 در سال 1395 از نیمه دوم 95 تا الان، یعنی تا نیمه اول سال 1396 جلو افتادیم. البته این تولید خیلی انتشارش در رشته فعالیت‌های مختلف یکسان نیست و در نتیجه این خودش یه مقداری میتونه مسئله باشه، از این جهت که همه صنایع ما وضعیت یکسانی ندارند و اون صنایعی که بیشتر رشد داشتن
صنایع خاصی هستن و حالا ما دیگه یه رشته فعالیت هایی داریم که رشدشون منفی هنوز، یه رشته فعالیت هایی داریم که رشدشون نزدیک به صفره. و اینکه تا چه اندازه این تمرکزی که در تحرک اقتصادی بین رشته فعالیت های مختلف ما داریم کاهش پیدا بکنه و بتونه پوشش گسترده تری بده، این یه سوالی است که برمیگرده به اینکه حالا من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد که چه عواملی میتونه اثر بگذاره که آیا این رشد ما یه رشد موقتیه یا میتونه استمرار داشته باشه، که خب قاعدتا ما هممون علاقمند هستیم که این رشد استمرار داشته باشه. از نظر شاخص فروش هم شبیه به همونه، ولی خب اینا با هم یکسان نیستن، یعنی انطباق یکسان با هم دیگه ندارن. یعنی اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم، ملاحظه می‌فرمایید که یه سری رشته فعالیت‌هایی هستن که تولیدشون خیلی زیاد شده ولی فروششون خیلی رشد کمی داشته، در حالی که برخی دیگه برعکس هستن. و بنابراین به نظر میرسه که ما توی یک دوران گذاری هستیم، گذار کوتاه مدت، که خیلی مهمه که ببینیم حالا به سمت سال 97 که میریم تا چه اندازه میتونیم به یک ثباتی در بهبود وضعیت تولید در کشور برسیم. خب این دیگه من از اینجا به بعد یه مقدار میام این که چه عواملی میتونه اثر بگذاره روی این که ما این شرایطمون شرایط پایداری باشه یا شرایط موقتی باشه. این بحث خودم رو با تحلیل شاخص بورس شروع میکنم که نسبتاً یک دوره ما از در واقع بهمن 94 بعد از برجام یک ملاحظه میکنید یه جهشی ما داشتیم در شاخص بورس و بعدش دیگه استمرار نه بی نظیر ولی استمرار خوبی بوده در از جهت اینکه مرتباً یه بهبودی ما داشتیم در شاخص بورس و از اون پیک خودش که یک کمی غیر طبیعی بود و دلایل خاص خودش رو داشت که در حوالی زمستان سال 92 اتفاق افتاد، از اون پیک ما الان دیگه عبور کردیم منتها با یک ثبات نسبتا خوبی. و اینکه همینطور که عرض کردم ارزش بازار رو چه به اصطلاح لوکوموتیو هایی دارن ایجاد میکنن، همون مسئله ایست که عرض کردم که انتشار در واقع بهبود وضعیت در رشته فعالیت های مختلف یکسان نیست و این خودش سوالی است که پیش روی ما قرار میگیره از این جهت که تا چه اندازه بتونیم این شرایط رو درش بهبود داشته باشیم، به خصوص که یه بخشی از بهبودی که در وضعیت شاخص های فروش و عرض کنم که ارزش بازار و اینها که اتفاق افتاده تحت تاثیر رشد قابل توجه قیمت‌های جهانی بوده و یه مقداری هم افزایشایی که در نرخ ارز اتفاق افتاده جدای از اون اتفاقاتی که تو به صورت واقعی در این فعالیت‌ها رخ داده. و حالا همین که از بین 38 گروه 12 گروه رشد رو تجربه کردن نشان دهنده همینه که هنوز توزیع بهبود وضعیت در رشته فعالیت‌های مختلف و هم دیگه خیلی متفاوته. یه اطلاعی گرفته میشه به عنوان اینکه واحدهای تولیدی چه سودی پیش بینی می‌کنن برای آینده. این از این جهت ارزش داره که چشم انداز از منظر خرد و از منظر واحدهای تولیدی نسبت به شرایط به چه صورتی هست. ما چیزی رو که اینجا ملاحظه می‌کنیم اینه که یه بهبودی در پیش‌بینی در واقع سود ملاحظه میشه و به طور کلی هم آمار 6 ماهه اول سال 1396 ما نشون میده که سودی که محقق شده در بنگاه‌های اقتصادی امسال افزایش قابل توجهی داشته نسبت به سال گذشته، به طوری که کل سود 6 ماهه معادل یک ساله سال 1395 بوده. اما یک کنار همین یه مشاهده دیگه هم داریم و اونم این است که بخش قابل توجهی از این سود داخل بنگاه‌ها سرمایه گذاری شده. این از یه جهت مثبت، از یه جهت نشان دهنده
موضوع تنگنای اعتباریه که به طور جدی باش مواجه هستیم و حالا من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. خب این که تا چه اندازه این توزیع نامتوازنی که در بهبود وضعیت شاخصهای صنعتی در کشور ما داریم تا چه اندازه این بتونه گسترش پیدا بکنه بین رشته فعالیت‌های مختلف، یه مقدار زیادی تابع اینه که بخش مسکن در اقتصاد ما چه وضعی پیدا خواهد کرد، آیا راه میفته؟ این دوره‌ای که بخش مسکن در اقتصاد ما در رکود بوده به این دوره، به این طولانی سابقه نداشته در گذشته، که ما تقریبا از سال 91 به بعد دیگه مسکن تو اقتصاد ما در شرایط رکود قرار داشته و قیمت مسکن برای یه دوره طولانی تقریبا تثبیت شده بود. اگر بهبودی بخواد در شرایط بازار مسکن اتفاق بیفته، این توالیش به این صورته که اول تعداد معاملات افزایش پیدا میکنه، بعدش قیمت افزایش پیدا میکنه، بعدش سرمایه گذاری. یعنی این روندی که وجود داره اینجوریه، اول تعداد معاملات، بعدش قیمت، بعدش سرمایه گذاری. از نظر تعداد معاملات چیزی که ما اینجا ملاحظه میکنیم اینه که از در واقع ماه مرداد ما یک بعد از یه دوره چند ماهی که منفی بوده تعداد معاملات، رشد معاملات در تهران، اینم علتش اینه که آمار تهران خوب تولید میشه با تواتر ماهانه در اختیار هست و میشه اون رو تحلیل کرد، بعد از این که ما یک دوره چند ماه رو منفی داشتیم این مثبت شده و مثبتش هم مثبت خوبیه، یعنی اینکه تعداد معاملات افزایش پیدا کرده و انعکاسش رو در شاخص قیمت، وقتی که ما رشد قیمت مسکن در تهران رو با رشد نقطه به نقطه تورم مقایسه میکنیم، ملاحظه میکنیم که توی این چند ماه اخیر شاخص قیمت مسکن در تهران جلو افتاده نسبت به تورم و توجه دارید که مادامی که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد تورمه، این مفهومش اینه که خیلی توجیه نداره سرمایه گذاری در بخش مسکن. و این همونطور که عرض کردم توالی رو ما الان داریم در همین بازه چند ماهه مشاهده میکنیم که اول یه بهبودی در تعداد معاملات اتفاق افتاده، بعدش ملاحظه میکنیم که در شاخص قیمت مسکن این رو میبینیم و همینجور از نظر این که به اصطلاح متغیر اجاره یه جور به اصطلاح لیدینگ ایندیکیتور محسوب میشه، این هم باز نشون میده که همین تحول در حال اتفاق افتادنه. انعکاسش رو در تولید به اصطلاح محصولات نهادهای ساختمانی که در صنعت اینا دیده میشه، انعکاسش رو ما اینجا ملاحظه میکنیم که هرچند شاخص تولید نهادهای ساختمانی که شما ملاحظه میکنید از سال 1391 منفی بوده، به جز همون در واقع فصل اول سال 1393 و بعدش یک بهبودی سال 1395 اتفاق افتاده باز منفی شده، تولید به سمت خیلی نزدیک به صفر شده، اما شاخص فروش در واقع رشدش در حال افزایشه و این نشون میده که میشه به اصطلاح انتظار داشت که شاید اگر حال شرایط که عرض میکنم بتونه استمرار پیدا بکنه، شاید یک تحرکی بتونه در بخش مسکن به تدریج شکل بگیره. اون عامل اصلی که رکود بخش مسکن رو استمرار داده در اقتصاد ما، نرخ‌های بالای به اصطلاح بهره بوده تو اقتصادمون، حالا چه در نظام بانکی چه در بازار اوراق و غیره، و مادامی که اون نرخ از نرخ بازده مسکن بالاتره، سرمایه گذاری در بخش مسکن خب فاقد توجیهه و در نتیجه انگیزه برای سرمایه گذاری در این زمینه وجود نداره و شکل نمیگیره. اون چیزی که ما
ظرف سال 1396 به دست تابستون 96 به این طرف اتفاق افتاد این بود که اولا بانک مرکزی یه مجموعی از اقدامات رو انجام داد که نرخ‌های بانکی کاهش پیدا بکنه و این کار تا الان نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده و تونسته یک کاهش حدود 3 واحد درصدی در نرخ‌های سود بانکی رو ایجاد بکنه. اتفاق دوم این بوده که مؤسسات اعتباری غیر مجاز که یکی از عوامل مؤثر بودن در افزایش نرخ، چون اونا همیشه اونا سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت نمی کردن و بنابراین قیمت تمام شده پول براشون پایین تر بود و در نتیجه می تونستن نرخ‌های سود بالاتری پیش نهاد بکنن و بعدم که دیگه اصلا از یه زمانی به بعد اصلا دیگه هیچ توجهی هم به آینده خودشون نداشتن و نرخ‌های فوق‌العاده بالا رو برای دریافت کنندگان سپرده پیشنهاد میدادن و اون باعث میشد که بانک‌ها هم ناچار بشن به تبع اونها حرکت بکنن، اونا هم نرخ‌ها رو تا اندازه‌ای بالا ببرن. هرچند که ما مشکل داخل خود نظام بانکی مشکل خیلی جدی هست، اما عاملی که از بیرون نظام بانکی روش اثر می‌گذاشت، این عامل هم امسال بالاخره به یه شکلی مهار شد و تحت کنترل بانک مرکزی در آمد. نکته سوم هم که امسال رو خیلی متفاوت کرده با به خصوص سال 1395 اینه که ما سال گذشته خیلی سال مالی بدی داشتیم و خیلی عدم قطعیت بالایی وجود داشت تا حتی مثلا اواخر سال و خیلی سخت بود که پیش بینی بکنیم که شرایط بودجه دولت تا پایان سال به چه صورتی خواهد بود. خب برای اولین بارم سال گذشته یک ابزار جدید مالی به نام اوراق وارد به اصطلاح ابزارهای دولت شده بود برای تامین منابع و حجم زیادی اوراق منتشر شد سال گذشته برای تامین منابع دولت. انتشار این حجم زیاد اوراق در نیمه دوم سال 1395 باعث شد که نرخ‌ها خیلی افزایش پیدا بکنه و افزایش نرخ باعث شد یه تحرک مختصری که در بخش مسکن داشت شکل می‌گرفت از تقریبا شهریور سال 1395 به دنبال ورود سنگین دولت با حجم زیاد اوراق این یه مقداری برگشت کرد. سال 1396 ما این مشکل عدم قطعیتمون در بودجه خیلی خیلی کم شد، یعنی شاید مثلا فرض کنید عدد، یعنی یه حسن امسال این بود که تقریبا از اوایل سال دولت روی عدد حدود 305 تا 306 هزار میلیارد تومان برای بودجه خودش تا پایان سال هدف گذاری کرد. هرچند این عدد عدد خوبی نیست برای خود بودجه، چون یه رشد خیلی پایینی رو از نظر واقعی ایجاد میکنه، ولی از این نظر که تکلیف همه روشن شد که قراره تا پایان سال این مقدار هزینه بشه و اون ورود سنگینی که دولت از نظر فروش اوراق توی بازار داشت سال 96 مهار شد و یواش یواش این دانش در وزارت اقتصاد دارایی سازمان برنامه و اینها شکل گرفت که اصلا اوراق رو باهاش چجوری باید برخورد کرد، چه میزان اوراق چه میزان بدهی برای سالهای آینده ایجاد میکنه. مدل هایی که خیلی روتین در دنیا استفاده میکنن خیلی زود اینجا ما اینها رو در واقع فرا گرفتیم و به کار گرفتن سازمان های متولی بودجه و تا اندازه زیادی مقدار انتشار اوراق اولا کنترل شد، ثانیا توزیعش در طول ماه های سال هم متوازن شد که یه دفعه فشار خیلی سنگینی در ماه‌های آخر سال از نظر اینکه دولت اوراق زیادی رو وارد بازار بکنه به وجود نیاد، به اضافه اینکه بخشی از اوراق دولت خارج از بازار بورس مبادله میشد، بخشش در داخل بازار بورس مبادله میشد و یه عدم توازن بزرگی هم از نظر نرخ‌ها به این خاطر داشتیم. خب این هم یک تصمیمی گرفته شد که همه اینا در داخل بازار بورس امکان مبادله پیدا بکنن. برایند اینها باعث شد که در واقع ما با یک تحول مثبت خوبی مواجه بشیم و اینکه نرخ‌هایی که ملاحظه می‌کنید تقریبا همینطور که عرض کردم از شهریور و مرداد 1395
که ما سال گذشته هم همین رو دنبال کردیم، ولی همینجوری که عرض کردم با اتفاقاتی که در بخش مالی دولت افتاد این نرخ افزایش پیدا کرد. اما سال 1396 ما حتی در حد 8 واحد درصد هم کاهش در نرخ‌های اوراق، حالا از انواع مختلف اوراق کوتاه مدت و بلند مدت، شاهد کاهش قابل توجهش بودیم که این کاهش وقتی همراه شد با اون اقدامی که بانک مرکزی انجام داد و یه مقداری ثبات رویه دولت در بودجه خودش، این تونست اثر سرریزش رو بخش مسکن ظاهر بشه. و بنابراین هرچند ما الان اینجا ملاحظه می‌فرمایید که نرخ بازده مسکن هنوز فاصله داره با نرخ بازده موزون میانگین موزون نرخ سود اوراق تأمین مالی، ولی اینا با هم دارن نزدیک میشن. و بنابراین عاملی که منحنی آبی رنگ پایین رو افزایش میده قیمت مسکنه، عاملی که اون کاهش بالا رو رقم میزنه عمدتاً رفتار مالی دولت و وضعیت نظام بانکی. اگر این دوتا به همین روندی که شکل گرفته از تقریباً سال 1000 از تابستان امسال به هم دارن نزدیک میشن، اگر این بتونه استمرار پیدا بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که بازار مسکن بتونه با یک تحرکی مواجه بشه و بعد این تحرک انتقال پیدا بکنه به رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی که به دنبال این قرار میگیرن و میتونن در واقع یک انتشار گسترده تری از نظر تحرک اقتصادی داشته باشه. پس بنابراین یکی از عوامل مهمی که در ایجاد تحرک در اقتصاد ما مؤثر هست نرخ بهره واقعی است. نرخ بهره واقعی ترکیبی است از نظام بانکی و اوراق. اوراق تابع رفتار مالی دولت، نرخ بهره بانکی تابع وضعیت نظام بانکی است. یک بهبودی در وضعیت نظام بانکی از نظر نرخ سود اتفاق افتاده، ولی همچنان نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی از تورم بالاتره. هرچی این بالاتر باشه خودش به عنوان یه مانعی برای تحرک فعالیت‌های اقتصادی محسوب میشه، اما نسبت به گذشته کاهش داره. دولت هم در رفتار خودش یه مقداری نظم ایجاد کرد، باعث شد که نرخ‌های اوراق هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین یه بخش مهمی از تقاضای داخلی که تحت تأثیر نرخ بهره هست این بهبود پیدا کرد، هرچند نسبت به وضع مطلوب هنوز فاصله داره. یه بخش دیگه از تقاضا نرخ ارز که البته این نرخ ارز حقیقیه، منظور اینه که با تورم داخلی و خارجی تعدیل شد. هرچند که همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید نرخ ارز حقیقی از سال 1393 که اینجا ما رسم کردیم تا سال 1396 به طور متوسط نزولی بوده، به اضافه این که همینجور که ملاحظه میکنید یه رفتار به اصطلاح سیکلیکالی ما در تغییرات نرخ ارز داریم که معمولاً با ماه‌های آذر و دی که سال میلادی چیز هست به اصطلاح متناسب با شروع پایان سال میلادی قبل و شروع سال میلادی جدید هست، همیشه بازار ارز ما در ماه‌های آذر و دی به اصطلاح تحرکات بیشتری درش اتفاق میفته. این چرخه‌ای رو که ملاحظه می‌کنید تقریباً هر سال تکرار میشه و همین رو ما داریم. اما به هر حال همین تغییرات یه مقداری تعدیل‌های طبیعی رو هم در تا یه اندازه‌ای در نرخ ارز به وجود میاره. نرخ ارز هم باز یه متغیر دیگه تقاضاست که اون هم به نسبت سال 93 الان پایین‌تره، ولی به نسبت نوساناتی که داره یه مقداری تعدیل‌های مقطعی درش صورت می‌گیره. یه بخش دیگه از تقاضا خود سطح درآمد در اقتصاد، اینکه وضعیت سطح درآمد در اقتصاد ما به چه صورتی است. این سمت چپ تولید ناخالص داخلی است که خب ما یه رشدای منفی قابل توجهی داشتیم در سالهای 91 و 92 و بعد یه بهبود نسبتاً قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم که خب با حدود 12% رشد تولید ناخالص داخلی سال 95 ما بود. و اینجا که درآمد سرانه رو تولید ناخالص داخلی سرانه رو ملاحظه می‌فرمایید، دو تا به اصطلاح واقعیت رو داره به ما میگه. واقعیت اول این است که
سال 95 یک تغییری اتفاق افتاده، یک چرخشی در تحولات درآمد سرانه در اقتصاد ما اتفاق افتاده. بعد از یه روند کاهشی که از سال 1391 به بعد ما داریم مشاهده میکنیم. نکته دوم، سطح تقاضای ما هنوز فاصله داره تا سال 1390، اما همین بهبود مختصر یک بهبودی در سطح در واقع تقاضای داخلی در مجموع ایجاد میکنه. خب بنابراین من اگه بخوام بگم که عواملی که در بخش مؤثرن بر تقاضای اقتصاد عبارت است از سطح درآمد، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز حقیقی. سطح درآمد مختصری افزایش پیدا کرده، نرخ بهره حقیقی مختصری بهبود پیدا کرده، نرخ ارز حقیقی البته روند کلیش نزولی بوده ولی تغییرات مقطعیش یه مقداری بهبودی در شرایط تقاضای داخلی و تقاضای خارجی تونسته ایجاد بکنه. ما وقتی که سال 1393 رو شروع کردیم، اقتصادمون با دو تا مسئله مواجه بود. یه مسئله سطح پایین تقاضا تحت تاثیر کاهش قابل توجه سطح درآمد بود و یه مسئله تنگنای اعتباری بود، اینکه نظام مالی کشور عمدتاً در واقع منظور نظام بانکی هست با مشکلات بزرگی مواجه بود که احیا و در واقع بازسازی نظام بانکی برای اینکه بتونه پشتیبانی مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی بکنه کار پیچیده‌ای بود و همچنان هم ما با این مسئله مواجه هستیم. از این دو تا مسئله، مسئله اول که تقاضای داخلی هست، همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید در این توضیحات من بود، در حال بهبوده. تداوم این بهبود تقاضا در گرو به اینه که اون نرخ بهره حقیقی با همون عواملی که خدمتتون عرض کردم مجدداً برنگرده، مجدداً افزایش پیدا نکنه، بلکه حتی بتونه یه مقداری به روند نزولی خودش ادامه بده. سطح درآمد در اقتصادمون افزایش پیدا بکنه، منظور اینه که رشد اقتصادی تداوم پیدا بکنه که این بتونه اثر سرریز داشته باشه. به خصوص با توجه به این نکته که در سال 1393 و 1394 و 1395 تقریبا، ولی خب به طور عمده در سالهای 93 و 95 بودجه دولت از نظر به اصطلاح اون رشدی که داشت و افزایشی که تجربه کرد یه نقش مؤثری در افزایش تقاضا ایفا میکرد. بودجه ما در سال 1396 رشدش تقریبا صفره و چشمانداز بودجه در سالهای آینده هم رشد قابل توجهی نخواهد بود. بنابراین از سمت بودجه ما انتظار بهبود در تقاضای داخلی نمیتونیم داشته باشیم و در نتیجه اقتصاد خودش از درون باید تقاضاش رو افزایش بده و این یه مقداری تابع رفتار مالی دولته، یه مقداری تابع وضعیت نظام بانکیه. بنابراین این که دولت منضبط بمونه در سطح یک رشد نزدیک صفر و اینو بتونه ادامه بده که الان بودجه 97 ما هم رشدش رشد خیلی خیلی پایینی هست، این که این چقدر در واقع بتونه اون به اصطلاح اقتصاد سیاسی بودجه این امکان رو بتونه فراهم بکنه که ما بتونیم تاب بیاریم، این به اصطلاح رشد پایین بودجه رو نزدیک رشد صفر بودجه رو بتونیم ادامه بدیم و از نظم خودمون خارج نشیم، این میتونه کمک بکنه به اینکه اقتصاد بهبودی که در سال 1396 درش اتفاق افتاده بتونه یک بهبود مستمر باشه. اما اگر این اتفاق نیفته مجددا ما اون چیزی که در سال 95 نیمه اول با نیمه دوم خیلی متفاوت بود میتونه 97 با 96 خیلی متفاوت باشه. بنابراین یه مقدارش تابع رفتار مالی دولته، یه مقدارش هم تابع اینه که نظام بانکی ما در واقع به چه صورتی کار میکنه. بنابراین از اون دوتا مسئله ما که تقاضا بوده و تنگنای اعتباری، تنگنای اعتباری سر جای خودش هست
مشکلات نظام بانکی ما سر جای خودش هست، رشد تسهیلاتی که نظام بانکی ما در 9 ماهه اول امسال به داده یعنی داشته در به صرف فعالیت های مختلف شده تقریبا مساوی تورم بوده. این معنیش اینه که از اون سمت هم ما به صورت واقعی رشدمون نزدیک صفر بوده، هرچند که این 0.3% که در واقع در نرخ بانک کاهش اتفاق افتاد، این خودش به اندازه 0.3% رشد مثبت، یعنی مثل اینه که تسهیلات اینقدر افزایش پیدا کرده باشه. در نتیجه خیلی شرایط ما تابعی خواهد بود که نظام بانکی چقدر بتونه اصلاح جدی درش اتفاق بیفته، که خب هنوز ما نتونستیم چنین کاری رو انجام بدیم، و رفتار بودجه دولت هم چقدر بتونه توازن داشته باشه. توجه داشته باشید که ما در بودجه خودمون، ما مثل اینه که دو تا بودجه داریم، یه بودجه عمومی دولته که همین هاییست که صحبت میکنیم، یکی هم جدای از بودجه یارانه های نقدی است. اون بودجه یارانه نقدی تقریبا ماهی 1,000 میلیارد تومان کسری داره، یعنی در مجموع چیز حدود 12,000 میلیارد تومان از بیرون خودش براش تأمین میشه، که اون هم یه عامل اختلال و بی‌نظمیه در واقع در اقتصاد و همین در افزایش نرخ‌های بهره و بعد اثر گذاشتن روی مسکن و از مسکن روی صنعت، همه اینا میتونه اثرگذار باشه. بنابراین وقتی ما راجع به نظم بودجه صحبت میکنیم، راجع به نظم دو تا بودجه صحبت میکنیم، که بودجه عمومی، یکی بودجه در واقع یارانه‌های نقدی، که هم از نظر این که اون استمرار تقاضا در گرو به کاهش نرخ سوده که اون برمیگرده به اصلاح نظام بانکی، همین که ما بالاخره یه شوک بیرونی حداقل بهمون وارد نشه، بنابراین روابط بین المللمون رو بتونیم حداقل به گونه جلو ببریم که از بیرون با شوک جدی مواجه نباشیم، حالا هر چقدر هم که تونستیم از ظرفیت ها و منابعی که وجود داره استفاده بکنیم، و در مجموع دولت هم بتونه توازن داشته باشه. سه تا موضوع: توازن بودجه دولت، بهبود روابط بین الملل و اصلاح نظام بانکی، اینا سه تا عاملی هستن که رشد به وجود آمده در سال 96 رو میتونن استمرار بدن و سال 97 ما رو شرایطی ایجاد بکنن که بتونه این شرایط سال 96 درش تداوم پیدا کنه. خیلی متشکرم از توجه.